اقارب قربانیان حمله بر کارگران معدن زغال سنگ در ولسوالی تالابرفک ولایت بغلان میگویند تعداد کشته شده ها 7 تن و زخمی ها 3 تن می باشند. اینها که همهشان شیعه و از اهالی ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی بودند، نوقت دیروز جمعه از زمانی که از محل کار روانه خانه هایشان بودند، از طرف دو مرد نقاب پوش در مرز بغلان و بامیان تیرباران شدند. زخمی های این رویداد که در شفاخانه پلخمری بستری می باشند می گویند، مردانی که آنها را تیرباران کردند می گفتند که شما مسلمان نیستید و باید کشته شوید. او که هنوز وحشت زده به نظر می رسید به رادیو آزادی گفت: ما در معدن زغال کار میکردیم. از همون جا حرکت کردیم، طرف خانه میرفتیم، 16 نفر در یک موتر سوار شدیم. ساعت 12:40، 20 دقیقه رفتیم، ساعت 1 دمو پولی اول، پولی آهن تیر شدیم. دمو دور دو تا مسلح خست از دمروی ما رو تیرباران کرد. یک نفر کشته دادیم در داخل موتر، دو تای دیگه زخمی، همه رو پایین کرد دلک دریا برچان. بعدش تمونجا همه ما رو تیرباران کردن در ساحه کوشنداز تالابرفک. و یک تن از همکاران این معدنچیان که دوستانش را در این حادثه از دست داده و همراه زخمی ها به شفاخانه پلخمری آمده است میگوید: از این 16 نفر 5 نفر، 2 نفرشون اونجا بین آب زنده مونده بودن، 3 نفرشون هم گریخته بودن، در کوه بالا شدن که در ساحه دعاو در امنیت رو در تسلیم دادن، در دعاو بوده شاید در طرف بامیان داخته باشن. دیگه 4 تایش زخمی بود که از 4 تا زخمی ما زخمی ها رو گرفته آمدیم سمت پلخمری، یک تایش در ساحه شطور جنگل از بین رفت. دکتر سید شایار هوفیانی یکی از دکتران معالج در شفاخانه ولایتی بغلان میگوید: با تعداد 3 زخمی و 1 جسد که همی در جریان همی درگیری که در تالابرفک صورت گرفته بود مجروح شده بودند، تعداد زخمی ها 3 تا بود و 1 نفر میت بود که در حالت فوتی آورده بودند در سردخانه منتقل شدند. حرف و حدیث و گمانه‌زنی های زیادی در مورد این که شاید این حمله کار داعش باشد وجود دارد، ولی مسئولین میگویند تا حال هیچ نشانه از حضور داعش در ولسوالی تالابرفک دیده نشده و اینها در قلمروی مخالفین مسلح دولت تیرباران شده اند.